اینجا شفاخانه جمهوریت کابل در نزدیکی محل رویداد است. آرامش این شفاخانه و 200 بیماری که در بسترهای این شفاخانه هستند با این حمله انتحاری برهم می‌خورد. پزشکان این شفاخانه با آنکه خودشان زخمی هستند اما به درمان زخمیانی میپردازند که به این شفاخانه آورده میشوند. تا ساعت 9 الی 11 شب ما دوباره سرویس عاجل شفاخانه جمهوریت آماده پذیرش بر مریضا بسازیم. شدت این انفجار بخشهای بزرگی از این شفاخانه را ویران میکند. شیشه بنا نمونده برای شما بیدی دکه که مساطایی که در مثل مساطا زیر افتاده. رئیس این شفاخانه نیز از آسیب های جدی ساختمان شفاخانه جمهوریت و افزارهای پزشکی این شفاخانه سخن میزند. تقریبا دادود 14-15 میلیون غیر از سامالات طبی خساره رسیده. یک شبانه روز از حمله انتحاری روز شنبه در کابل گذشته است، اما هنوز هم حالت عادی به این بخش کابل برنگشته است. کسانی به محل رویداد آمدند و در میان آوارها در جستجوی پیدا کردن نشان از عزیزانشان هستند. این مرد پس از ساعتها جستجو اکنون نشانه های را از جسد خواهرزادش به دست می آورد. تنها با همین پارچه های کوچک برمی گردد تا خبر مرگ عزیزش را به خانه ببرد. امروز ما پشت یک توتی جگر خود که خوارزاده ما میشه تا در اینجا صدام ما نیفتیم، علی در اینجا قطره گوشتی که جمع کردیم لباسش که یک بخملی تیکه بجانش بود سرخ را یفتیم. این ساختمان اداره صحت محیطی وزارت صحت عامه است. شماری از کارمندای اداره زخم برداشتند، شماری کشته شدند و دیگر اثر از ساختمان این اداره هم باقی نمونده. کلا تاسیسات این اداره تخریب شده و شماری از کسانی که برای حل مشکلاتشان هم به اداره صحت محیطی وزارت صحت عامه آمده بودند به شدت آسیب دیدند. پزشکان در این ساختمان بودند اما شماری از آنان تا کنون ناپدید هستند و شماری هم در این رویداد زخم برداشتند. تمامی داشته های ریاست از بین رفته و شمول دو لابراتوار و بعض سامان آلات برای یک بخش معلوماتی همینجا فعالیت میکرد و تقریبا 25 تن از کارمندان ریاست صحت محیطی در این رویداد زخمی شدند. هنگام این انفجار بزرگ بیش از 200 بیمار در شفاخانه جمهوریت کابل بستری بودند، اما پزشکان میگویند که شماری از این بیماران نیز در نتیجه فرو ریختن شیشه ها زخم برداشتند و برخی از این بیماران شب تا صبح در اتاق های بستری بودند که شیشه نداشتند.